سلام، مهسا رضایی هستم و امروز قراره که یه تمرین جدید کراسفیت داشته باشیم. مثل همیشه اول با یه تمرین سبک با هم دیگه گرم میکنیم و امروز توی تمرین گرم کردنیمون فقط به یه دونه دمبل نیاز داریم و بعدش وارد تمرین اصلی میشیم که به یه جفت دمبل و یه طناب نیاز داریم که اگه طناب نداری میتونی به جاش حرکت جایگزینی که معرفی میکنم رو انجام بدی. پس بزن که بریم. تمرین گرم کردنیمون از 3 راند تشکیل شده. اول رو حالت پلنک دمبل روینگ میزنیم، بعدش ددلیفت رومانیایی رو تک با برای پای راست اجرا میکنیم، دوباره پایین میریم و شکم کوهنوردی رو به صورت جفت پا انجام میدیم و در آخر ددلیفت رومانیایی رو واسه پای چپ اجرا میکنیم. موقع اجرای تمرین همه یه نکات لازم رو بهت میگم و حتی اگه حرکتی سخت بود حرکت جایگزین بهت معرفی میکنم. پس تا این ویدیو رو لایک میکنی و منم سابسکرایب داری، بریم که تمرین رو شروع کنیم. رو حالت پلنک روی کف دستا وای میسیم و یه بار دمبل رو با دست راست بالا میکشیم و یک بار با دست چپ. در مجموع 20 تکرار اجرا میکنیم، یعنی 10 تکرار با دست راست و 10 تکرار با دست چپ. دقت کن که موقع اجرای این حرکت باسنت زیادی بالا نباشه و در تمام طول حرکت شکم و باسنت رو منقبض نگه داری. اگه اجرای این حرکت باسنت سخت بود بدون دمبل اجراش کن و فقط با دست شونه سمت مخالفت رو لمس کن. برای حرکت دوم مثلا روی پای راست وای میسیم و دمبل رو یکم کج با دست چپ میگیریم و آروم و با کنترل انقدر پایین میایم که یه سر دمبل به زمین برسه و واسه 10 تکرار ازش اجرا میکنیم. بهتره که تو کل اجرای این حرکت پایی که بالای اصلا به زمین نخوره، اما مشکلی نیست اگه کنترلت رو از دست دادی و پا تو زمین گذاشتی. نکته مهم اینجاست که پایی که عقب میره رو کامل صاف نگه داری و به هیچ عنوان از باسنت بالاتر نره که تعادلت رو به هم میزنه. و اگه داشتی از دمبل خیلی کوچیکی استفاده میکردی یا حفظ تعادل واسط خیلی سخت بود، کمتر پایین برو، مثلا تا جایی که دمبل به ساق پات یا زیر زانود برسه. برای حرکت سوم دوباره به حالت پلنک رو کف دستا میریم و واسه 10 تکرار جفت پارو تو سینه جمع میکنیم و برمیگردیم. دقت کن که موقع شروع حرکت بدنت مثل پلنک توی یه خط صاف باشه و باسن خیلی بالا نباشه و اگه اجرای این حرکت دست سخت بود به جاش حرکت شکم کوهنوردی معمولی رو اجرا کن. در آخر دوباره به ددلیفت رومانیایی تک با میرسیم و باید 10 تکرار دیگه واسه سمت مخالف اجرا کنیم. یادت باشه که تو تمرین گرم کردنی باید از یه دمبل سبکتر از تمرین اصلی استفاده کنی، چرا که قراره با این تمرین گرم بشی نه اینکه انرژی تموم بشه. مثلا من توی تمرین اصلی از یه جفت دمبل 15 کیلویی استفاده میکنم و توی این تمرین گرم کردنی از یه دونه دمبل 7.5 کیلوگرمی استفاده کردم. خب یه راند تموم شد، یه نفس کوچیک میگیریم و راند دوم رو شروع میکنیم. همه یه نکات لازمم گفتم و از اینجا به بعد فقط تمرین رو میبینیم.
دومم تموم شد، میریم واسه انجام راند سوم و آخر. تمرینمونم تموم شد. تا یه نفس میگیری و آب میخوری بریم که توضیحات تمرین اصلی رو بشنویم. تمرین اصلیمون از 3 تا ست تشکیل شده و توی هر ست 5 دقیقه زمان داریم که دو راند از دویل پرس و ددلیف با 2 تا دمبل و تناب بزنیم. در آخر تو زمان باقی مونده 5 تکرار دمبل روینگ اجرا میکنیم و 15 متر با دمبل ها راه میریم یا 15 ثانیه دمبل ها رو تو دستمون نگه میداریم و بعد از تموم شدن این 5 دقیقه برای 2 دقیقه بین 3 تا استراحت میکنیم. این تمرین گریپ دستاتو حسابی خسته میکنه و همینطور فیله های کمر و عضلات پاتو هم به خوبی درگیر میکنه، اما ساید دستات به قدری خسته میشه که فقط نگه داشتن دمبل تو دستا واسه غیر ممکن میشه. بریم که حرکات ساده تر رو جایگزین و توضیحات بیشتر تمرین رو وقتی که دارم اجراش میکنم یاد بگیریم. همه وسایلت آماده باشه که 10 ثانیه به شروع تمرین مونده. حرکت دویل پرس شروع میکنیم. اینجوری که اول یه برپی میزنیم و بعد با تاب دادن دست از بین پاها دمبلا رو بالای سرمون میبریم. به محض صاف شدن آرنجا یه تکرار حساب میشه و باید 5 تکرار ازش اجرا کنیم. دقت کن که تو شنای برپی سینت باید به زمین بخوره. میتونی مثل من خودت رو زمین ول کنی و انرژی سیف کنی یا شنای قدرتی انجام بدی و یکم سریع‌تر بشی. همینطور میتونی مثل من پات رو جفت پا باز و بسته کنی یا تک تک. برای
برای حرکت دوم 15 تکرار ددلیفت میزنیم. دستا باید بیرون از پا باشه و سومو ددلیفت قبول نیست. همینطور موقع صاف شدن باید مفصل لگن کامل باز بشه و موقع پایین رفتن باید یه سر دمبل به زمین بخوره که یه تکرارمون حساب بشه. پس دمبلو از ته میگیریم که یکم کج بشه و زودتر به زمین برسه. حواست هم باشه که موقع پایین رفتن زانواتو یکم خم کنی که کمرت صاف بمونه. حالا باید 30 تکرار دبل آندر یا تناب معمولی بزنیم. دبل آندر حرکتیه که من دارم میزنم، یعنی با یه بار پرش تناب دو بار از زیر پام رد میشه. و سینگل آندر یا همون تناب معمولی رو هم که همه بلدیم و با یک بار پرش تناب یک بار از زیر پامون رد میشه. اگه هم کلن تناب زدن بلد نیستی جلوتر بهت حرکت جایگزین معرفی میکنم. اگه توی این حرکت تاب دادن دمبلا و صاف بالای سر بردن دستا واسط سخت بود، میتونی دمبلا رو شونت بیاری و بعد بالای سرت پرسشون کنی، اما اینجوری هم زمان و هم انرژی بیشتری رو از دست میدی. اگه میخوای این حرکت رو ساده تر اجرا کنی، قسمت شنای برپی رو حذف میکنیم. میتونی بعد دبل پرس دمبلا رو زمین بذاری و یه نفس بگیری، یا مثل من بدون نفس ددلیفت رو شروع کنی. اما چون این تمرین یه تمرین چالنجی واسه گریپ دستاته، پس بهتره که تو ست اول ساید دستاتو خیلی خسته نکنی و شاید یه نفس کوچیک گرفتن بین دبل پرس و ددلیفت منطقی تر باشه. بلد نیستی که تناب بزنی، به جاش 40 تکرار از حرکت جامپینگ جکس یا همون پروانه خودمون رو اجرا کن. حدود 1 دقیقه و 40 ثانیه واسه هم زمان مونده و حالا چلنج اصلی شروع میشه. اول دمبلا رو بر میدارم و 5 تکرار دمبل روینگ میزنم. حالا باید برای 15 متر با دمبلا راه برم یا حتی میتونم بدوم، که من زمین رو به 5 متر تقسیم کردم و باید 3 بار برم و بیام. اگه شما جا نداری که راه بری، میتونی به جاش 15 ثانیه دمبلا رو تو دستات نگه داری و در جا بزنی، یا اگه میخوای ساده ترش کنی میتونی فقط 15 ثانیه به طور ثابت بیستی. هر 5 تا دمبل روینگ و 15 متر راه رفتن یه تکرار حساب میشه و من تا الان 2 تکرار اجرا کردم. موقع اجرای دمبل روینگ دقت کن که سرسینه تقریبا موازی زمین باشه و به شکل ایستاده نباشی. همینطور زانوات یکم خم باشه که بتونی کمرت صاف نگه داری. استراحت. خب من نتونستم تکرار 4 رو تکمیل کنم و 3 تا تکرار زدم به اضافه 5 تا دمبل روینگ و 5 متر راه رفتم. الان 2 دقیقه استراحت میکنیم و آب میخوریم که آماده یه ست دوم بشیم. اما احتمالاً سایده دستت مثل من از همین الان خسته شده بشه و یادت باشه که هر ستی که جلو میریم چالنجم بیشتر میشه، چون با خستگی شروع میکنیم. ولی هدف اینه که تلاش کنیم که سرعتمون رو نزدیک به راند قبلیمون نگه داریم و خیلی فاصله نگیریم،
یعنی اینجا من باید تلاش کنم که تو راند بعدی حدود 3 تکرار از دمبل روینگ و راه رفتن رو دوباره تکمیل کنم. خب کم کم آماده شروع ست دوم میشیم که 10 ثانیه آخره. من تقریبا تمام نکات لازم در مورد تمرین رو گفتم، غیر از انتخاب وزن دمبل که بر طبق قانون مسابقات در سطح حرفه‌ای دمبل خانوم ها 15 کیلوگرم و آقایون 22.5 کیلوگرم هست. در سطح متوسط خانوم ها 12.5 کیلوگرم و آقایون 15 کیلوگرم و در سطح مبتدی خانوم ها 10 کیلوگرم و آقایون 12.5 کیلوگرم هست. اما خوبه بدونیم که واسه شرکت تو مسابقات کراسفیت در سطح مبتدی باید حداقل حدود 2 سال تمرین جدی کراسفیت داشته باشی. پس واسه انتخاب دمبل اول به سطح آمادگی جسمانی خودت نگاه کن و اگه لازمه یه دمبل خیلی سبک‌تر از عددی که گفتم رو انتخاب کن. منم توی این تمرین دارم از یه جفت دمبل 15 کیلوگرمی استفاده می کنم. خب همه یه نکات لازم گفته شد و از اینجا به بعد دیگه خود تمرین رو می بینیم.
راحت. خب ست دومم تونستم سه تکرار رو تکمیل کنم. اگه ست بعدی بتونم همین رکورد رو بزنم که ترکوندم، ولی بعید میدونم چون دستم خیلی خستن و ست سومم آخرین ست و پر چالش ترینه. پس توی این دو دقیقه استراحت خوب نفس بکشیم و آب بخوریم که بتونیم 100%مون رو واسه ست آخر بذاریم. خب کم کم آماده شروع ست سوم و آخر شو که 10 ثانیه آخره.
تمرین امروزم تموم شد. خسته نباشی. من خیلی تلاش کردم که بتونم دو تکرار رو تموم کنم، اما متاسفانه واسه تکمیل 5 متر آخر 2 ثانیه کم آوردم. انقدر گریپ دستام گرفت و سایدام خسته شد که بعد تمرین نمیتونستم دستمو مشت کنم. اگه این تمرین رو انجام دادی، تو هم حتما برام از تجربه‌ای که داشتی بنویس و ممنون میشم اگه این ویدیو رو لایک کنی و واسم کامنت بذاری یا این تمرین رو واسه دوستاتم بفرستی و با هم دیگه انجامش بدیم. تا تمرین‌های بعدی خدا نگهدار.